آقای فریبرز غریب خبرنگار ورزشی رادیو فردا از طریق تلفن از آلمان با ما همراه است. آقای غریب، ضمن عرض سلام خدمت شما، من خیلی سریع سوالم رو میپرسم که شرایط لیگ برتر رو در آستانه نیم فصل دوم با توجه به خبر لغو احتمالی بازی‌های تهران، ملحق شدن تیم نفت تهران به استان مرکزی، کنارگیری و جدا شدن مربیان بعضی از تیم‌ها مثل استیلازین و پاس همدان، دوپینگی اعلام شدن بازیکنان فوتبال و موضوع محرومیت احتمالی بازیکنانی که به پارتی شبانه رفتن رو چگونه می‌بینید؟ ما همه همکاران و همه ورزش دوستانی که صدا و تصویر ما رو دارن. بله آقای امادی، اشاره کردیم به این مسائل حاشیه‌ای، ولی مهمتر از همه که من فکر می‌کنم که در مورد وضعیت تنفسی بازیکن‌ها خطرناک باشه، همین خبریه که شما گفتی تو خبرهات که صحبتایی بود که این بازی‌ها لغو بشه یا نشه. هفته گذشته همین جوری بود، تو 10 روز گذشته چند روز با توجه به اینکه تهران هم تعطیل شده بود اما این بازی‌ها تعطیل نشد، ولی فردا قرار احتمالاً بازی بشه. اینجوری که تا این لحظه گفتن آقای چپاشیان گفته، ببینید هیچ جای دنیا اینجوری نیست. حالا چون وقت کمه من نمیخوام بپردازم به این مسئله. معلومه که هواشناسی اعلام کرده حداقل میتونه 3 روز بعد رو اعلام بکنه. من تعجب میکنم، همه کارهای ما تو فوتبال، حالا ما داریم راجع به ورزش صحبت میکنیم و فوتبال بالاخص موکول به دقیقه 90 میشه. خب چرا هواشناسی که اعلام کرده هوای تهران آلوده است، فردام تو ورزشگاه آزادی بازی نیست، دو تا بازیه، یکی در ورزشگاه اکباتان، یکی هم در ورزشگاه تختی غرب و شرق تهران. خب مسلما اینا میدونن که هوام سنگینه، فشار هوا کمه یا زیاده، الان در کارشناسا گفتن و تعطیل نکردن. بگذاریم، این مسئله حاشیه‌ای که شما گفتید وجود داره، ولی من بپردازم به عملکرد تیم‌ها تو نیم فصل اول که ذوب‌آهن 35 امتیازیه، استقلال دوم 33 امتیاز، مس خوب نتیجه گرفته 30 امتیاز، سپاهان با دو بازی کمتر 29 امتیاز داره. آقای امادی، حیفه که از اینجا صحبت بکنم من در مورد مدیریت ذوب‌آهن و سپاهان، دو تیم اصفهانی که تو این چند سال اخیر در فوتبال لیگ برتر واقعا حرف اول رو داشتن روی نیمکت فنی اینها، نیمکت کادر فنیشون که آقای منصور ابراهیم زاده و مجید صالح در ذوب‌آهن و امیر قلعه‌نویی و قنبری و مجید بصیرت روی نیمکت سپاهان موفق ترین نیمکت ها رو داشتن. من فکر میکنم که اگر مشکل ورزشگاه نقش جهان اصفهان هم حل بشه که نزدیک به 16-17 سال کلنگش رو زدن و به گفته شما مثل اینکه گفته بودی کلنگش گیر کرده تو زمین و اگر در بیاد تو زمین این ساخته بشه، من فکر میکنم که اصفهان حرف اول رو در لیگ برتر فوتبال بزنه. استقلال و پرسپولیس هم کوتاه بهش بپردازم آقای امادی. به نظر من پرسپولیس قبل از شکستی که از استقلال براش رقم خورد یک روند قابل قبول و مثبتی رو داشت. وقتی که از استقلال شکست خورد وارد یک حاشیه کوچیک شد، یک شوک بهش دست داد، اخراج شیخ رضایی و بعدش محرومیت مصاحبه علی دایی توسط کمیته انضباطی و بعدش هم نیمکت نشینی کریم باقری و خداحافظی ناگهانی این بازیکن از فوتبال باشگاهی، اینا همه دست به دست داد که پرسپولیس تقریبا وارد یک چالش بشه. اما استقلال کارنامه موفقی داشت. زوج آقای فتح‌الله زاده مدیر عامل این تیم با آقای پرویز مظلومی که به نظر من یکی از مربیای بی‌حاشیه فوتبال امروز ایرانه و کارش خوب تا حالا انجام داده، کارا رو خوب پیش بردن. حضور منصورخان پورهیدری هم روی نیمکت استقلال از عوامل موفقیت های این تیم. استیلازین هم بهش اشاره کوتاهی بکنم که وضعیتش با این سرمایه گذاری تنها باشگاه خصوصی لیگ برتر، من فکر میکنم که الان با 14 امتیاز تای جدول. اومدن علی پروین یکی دو هفته گذشته دردی رو دوا نکرده هنوز. اومدن آقای خاکپور من فکر میکنم چون این بازیکن رو، بازیکن سالهای دور ملی رو و مربی فعلی رو میشناسم و میدونم ایشون یک آدم مدیریه تو کارش، من فکر میکنم که وضعیت استیلازین رو بتونه بهبود ببخشه. جناب آقای غریب، شما به همه مسائل خیلی سریع اشاره کردید، به بازی‌های در واقع نیم فصل اول، قهرمانی ذوب‌آهن و دو بازی مونده سپاهان. سوال من در مورد، چون به تیم‌ها گفتید بازی فردا هستش، تیم‌های تبریزی فردا با تیم‌های سرخابی پایتخت بازی دارن، تراکتورسازی با پرسپولیس در تبریز بازی داره، استقلال با شهرداری بازی داره در شهرداری تبریز، البته در تهران اگه لغو نشه، شرط بازی‌های فردا رو چگونه می‌بینید؟ بله، بازی پرسپولیس و
تراکتور در تبریز یه بازی سنتیه. میدونی تراکتور سازی بعد از چند سال، دو سال پیش وارد لیگ برتر شد. فصل گذشته البته یه دفعه صحبتشو کردیم، آقای امادی یه مربی جوان داره، آقای فراز کمالوند جوان‌ترین مربی لیگ برتری، ایده های بلند پروازانه داره و تماشاگرهای بسیار بسیار دو آتیشه و خونگرم داره، که البته من اینجا میگم در میون این تماشاگرها بعضن شیطنت هایی میشه، اشیایی رو به داخل زمین پرتاب میکنن و باعث میشه که محروم بکنه کمیته انضباطی اینها رو، و اینها روی بعد این وضعیت فکر میکنن که تماشاگرای اصیل تبریزی این کارو نکنند. فردا در ورزشگاه شهر تبریز این بازی برگزار میشه. پرسپولیس از اون طرف که اشاره کردم وارد یک مسائلی شده با این شرایطی که 3 تا باخت پشت سر هم آورده. علی دایی یه مقداری میخواد ترکیب تیمش رو تغییر بده. شیخ رضایی برگشته به تیم، من فکر میکنم که فردا آقای علی دایی ازش استفاده بکنه. و بازی پس فردای استقلال تهران و شهرداری تبریز در ورزشگاه آزادی که اگر برگزار بشه هم اون هم یکی از بازی‌های خوبیه، با توجه به اینکه شهرداری هم جزو یکی از تیم‌های فانوس به دست ته جدول رده 17 و استقلالیا که میخوان خودشون رو تو کورس قهرمانی نگه دارن، از ذوب‌آهن و مس و سپاهان عقب نیفتن، میخوان ببرن. من فکر میکنم که رویارویی این دوتا تیم با این توجه به این موقعیت جدولی هم میتونه بازی خوبی رو به نمایش بگذارن. آقای غریب، آخرین سوال من است، با توجه به اینکه تیم باشگاه نفت تهران هم در واقع چهارمین تیمی شد که به استانهای دیگه منتقل شد، هیئت دولت تصویب کرد، لیگ قهرمانان آسیا قرعه‌کشی شده و موضوع زیرساخت‌های باشگاه ایران، یا بهتر بگیم تیم‌های ایران در این لیگ، همچنان حل نشده باقی مونده. بازی‌ها از اواخر اسفند آغاز میشه. شرایط تیم‌هایی که نمایندگان ایران رو چگونه می‌بینید؟ اگه در مورد نفت هم گفتگی دارید بفرمایید. بله، در مورد نفت شما اشاره کردی، این هیچ جای دنیا نیست. تو فوتبال حرفه‌ای به هیچ وجه دولت نمیتونه در فوتبال دخالت بکنه. به نظر من این هم یه اشتباهیه که اگر مسئولان AFC متوجه بشن، قبلا این کار رو کردن، تیمای مثلا تیم پاس رو دادن به همدان. این کار از نظر وضعیت قوانین فوتبال درست نیست. هر شهرستانی باید تیمش خودش بزنه بیاد بالا، مسابقات زیرگویی رو پشت سر بذاره بیاد بالا. حالا این انجام شده و قرار نفت بره استان مرکز. شما اشاره کردی به لیگ قهرمانان. من قبل از اینکه بپردازم به گروه بندی، اگر وقت باشه این نکته رو باید بهش اشاره بکنم که AFC آقای امادی، کنفدراسیون فوتبال آسیا، بسیار بسیار حساسیت داره در مورد وضعیت باشگاهی که در لیگ حرفه‌ای، لیگ قهرمانان لیگ حرفه‌ای باشگاه‌های آسیا است. از 4 تیم ایرانی شرکت کننده، استقلال و پرسپولیس تهران و ذوب‌آهن و سپاهان، فقط باشگاه ذوب‌آهن که ورزشگاه پولادشهر رو داره. سپاهانی‌ها توی این ورزشگاه بازی می‌کنن، اشاره کردم ورزشگاه نقش جهان باید درست بشه احتمالاً تا یکی دو سال آینده. ولی دو تیم استقلال و پرسپولیس تهران که پرطرفدارترین تیم‌های ایران و آسیا به نظر من هستند، هنوز ورزشگاه اختصاصی ندارن. لیگ حرفه‌ای، سازمان لیگ حرفه‌ای هم به مسئولان ایرانی هشدار داده که تا سال 2013 تیم‌هایی رو که میان تو لیگ قهرمانان، 4 تا سهمیه که ایران داره، اگر ورزشگاه اختصاصی نداشته باشن با مشکل روبرو میشن. جالبه که امروز تو یکی از روزنامه‌های ورزشی من خوندم که آقای کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال گفته که من به فکر برگزاری مسابقات جام جهانی ام. من این رو میگم، این فکر خیلی قشنگ و زیباست و البته رویاییه و ایشون در رویا به سر میبره. به نظر من آقای کفاشیان اگه میخواد خدمتی رو به فوتبال ایران بکنه، از حالا بخشنامه بده که تیم‌های لیگ برتری، این 17 تا تیم، تا 3-4 سال آینده ورزشگاه داشته باشن. اگه وقت هست من بپردازم به مسائل فنی لیگ قهرمانان. متاسفانه وقت نیست جناب آقای غریب، ان شاءالله در برنامه دیگه در خدمتتون خواهیم بود. خیلی متشکرم از اینکه با ما از کاسل آلمان همراه بودید. متشکرم جناب آقای غریب. من هم سپاسگزارم.